سلام، آیا دوست دارید ذهنتون رو جوری تنظیم کنید یا بدنتون رو یه طوری هک کنید که همیشه تو حالت مثبت باشه و روی دور موفقیت بمونید؟ امروز میخوام به شما سه راه موفقیت تو زندگی رو بگم که شما هم میتونید از اونها برای برنامه‌ریزی ذهنتون الگو بگیرید تا از همون لحظه‌ای که از خواب بیدار میشید توی حالتی از موفقیت و کامیابی قرار بگیرید. توی روزم تصمیم‌گیری‌هاتون به گونه‌ای باشه که شما رو به سمت خواسته‌هاتون سوق بده. پس این ویدیو رو حتماً با دقت گوش کنید. یکی از بزرگترین تنهایی که توی جامعه مدرن وجود داره اوتوپایلت کردن یا همون هدایت خودکار سکان زندگی، یعنی یه مرده متحرک بودن و انجام هر کاری که بقیه انجام میدن. بیشتر ما هم به شدت مشغول واکنش نشون دادنیم یا پاسخ دادن به پیرامونمون یا چیزایی که اطرافمون داره اتفاق میفته، در حالی که خب با توجه به دنیایی که خاص خودمون قرار باشه دست به عمل بزنیم یا مسئول دنیای خودمون یا واقعیت متعلق به خودمون باشیم، شاید ما رو خیلی زودتر به مسیرمون نزدیک بکنه. ما فراموش میکنیم که حواسمون به خودمون باشه و اهدافمون رو از یاد میبریم. اولین چیزی که باید مد نظرمون باشه اینه که هوشیار باشیم. اگه تو تصمیم گیری روزمره‌تون آگاه و هوشیاری، اعمال و رفتارهای مناسبتری مطمئنن خواهید داشت که به شما در رسیدن به اهدافتون کمک میکنه. تو زندگی هدف داشته باشید، بر اساس ارزش‌ها و اولویت‌های زندگیتون بیاد دست به عمل بزنید. اجازه ندید بقیه به شما بگن که چه کاری بکن یا چه کاری رو چطوری انجام بدید. وقتی شروع میکنید به گرفتن تصمیم‌های آگاهانه‌تر، این فکر به سراغتون میاد که واقعاً آیا با این کار به هدفمون نزدیکتر میشیم یا ازش فاصله میگیریم؟ دلیل کاری که اکنون میایم انجامش میدیم چیه؟ چرا باید این کتابو بخونم؟ کار دیگه ای ندارم واقعا انجام بدم؟ یا همین چیزی که الان دارید گوش میدید آیا واقعا ارزش شد داره قرار باشه وقت بذارید گوش بدید؟ پس اهدافتون رو مشخص بکنید. هدفتون چیه؟ سالم باشم، ورزش بکنم، اندام مناسب داشته باشم، به شغل رویاییمون دست پیدا بکنیم یا خونه رویاییمون رو بخریم، زندگی رویایی رو برای خودمون داشته باشیم، به یه سرمایه مشخص دست پیدا بکنیم، تشکیل خانواده بدیم، زن یا مرد رویاهامون رو ملاقات بکنیم. اگه واقعا میخواید به اهداف و خواسته هاتون برسید و اونها رو به واقعیت تبدیل بکنید، سه کاری که باید هوشیارانه و محسوس انجامش بدید: 1. هدفاتون رو بنویسید. 2. یه سیستم اعتقادی قدرتمند خلق بکنید. و 3. روی خودتون سرمایه‌گذاری بکنید. حالا اولی رو بهتون میگم، اهدافتون رو بنویسید، که از مهمترین مسائلی که توی زندگی برای افراد موفق ایجاد میشه اینه که اهدافمون رو بنویسیم. اولین کاری که صبح انجام میدید تعیین میکنه که روزتون چطور قرار باشه. ذهنتون جوری برنامه‌ریزی بکنید که از همون لحظه بیدار شدن توی یه شرایط قوی و آگاه و توانا باشه. با این روش قطعاً یه روز عالی و مفید دارید. حالا چطور میشه همچین شرایطی رو برای خودمون ایجاد بکنیم؟ با نوشتن اهدافمون هر روز صبح. وقتی این کارو کردید، دور مهمترین هدفاتون خط بکشید، هدفی که توی دراز مدت بیشترین تأثیر توی زندگیتون ممکنه داشته باشه. حالا از خودتون بپرسید امروز چه کاری میتونم انجام بدم که همه چیز تغییر بکنه و منو به این هدف نزدیکتر بکنه. تمام کارها و اعمال یا همون اقداماتی که میخواد به ذهنتون میرسه رو بیاد یادداشت بکنید. دور دوتا مورد از مهمترینشون بیاد خط بکشید و شروع بکنید. تا زمانی هم که انجامش ندادید متوقف نشید، خیلی تاثیرگذاره. اما 2. باورهاتون رو قوی بکنید. ببینید، یک رمز موفقیت توی زندگی اینه که باورها رو قوی بکنیم. اگر از افراد موفق بپرسید اولین قاعده کامیابیشون چیه، همشون میگن که خودشون و کاری که انجام میدن رو باور دارن و از اعلام کردن یا ابراز این باور اصلا شکی به خودشون راه نمیدن. اگه شما خودتون رو قبول نداشته باشین، چیز دیگه ای رو مطمئنا قبول نمیتونید داشته باشید. وقتی بقیه از شما درباره اهداف یا خواسته‌هاتون میپرسن، خیلی صریح و قاطع بهشون جواب بدید. اصلا نگران نباشید، نترسید. شاید هم به اهداف بلندتون مثلا بخندن یا مثلا مسخرتون بکنن، اما این یه موردیه که میتونه شما رو خیلی سریع به موفقیت برسونه. زمانی که به شما بخندن، شما مطمئنا یه قدم به موفقیت نزدیکترید. مورد سوم، روی خودتون سرمایه‌گذاری بکنید. از بنده خدایی پرسیدن بهترین سرمایه‌گذاری ممکن که کسی میتونه انجام بده چیه؟ خیلی راحت، کوتاه و خیلی هم ساده گفت روی خودت سرمایه‌گذاری کن. خب این حرفی که الان گفتم مربوط میشه به موفق‌ترین کسی که کارآفرین بوده و سرمایه‌گذار دنیا. 53 میلیارد دلار سرمایه داره میاد حرف میزنه. ببینید، بعضی از کارهایی که میتونید برای سرمایه‌گذاری رو خودتون انجام بدید چیه؟ خب برای خودتون میتونید دسته‌بندی بکنید. 1. به باشگاه برم تمرین
تمرین بکنم. وقتی که دارم از محل کارم برمیگردم به سمت خونه، میرم فروشگاه خرید میکنم، واقعا از خودتون میتونید بپرسید چه غذای ذهن و بدنمو تغذیه میکنه و تقویت میکنه تا احساس و عملکرد بهتری داشته باشم. شروع کنید به کتاب خوندن. تعداد کمی از افراد کتابهایی رو که خریدن میخونن، اما تعداد بسیار کمتری چیزی رو که خوندن تو ذهنشون نگه میدارن. فقط خواننده یک کتاب نباید باشیم، بلکه واقعا مطالعه هم باید بکنیم. دست کم یه ساعت تو روز رو باید کتاب بخونیم. همتون میشناسید برایان تریسی رو. خیلی از سخنرانی‌های انگیزشیش رو همه دارن میشنون میبینن یا خیلی تو کتاب‌ها اینو خوندن. همه اینها تأکید به این دارن که بیاید حداقل یه ساعت تو روز رو مطالعه بکنید. هر ایده‌ای که به ذهنتون میرسه رو یادداشت بکنید. یه مهارت جدید یاد بگیرید. برای دل خودتون واقعا کاری انجام بدید. یادتون باشه وقتی برای مهارت میاد برای دل خودتون انجام میدید، خیلی از مواقع هم شرایط ممکنه سخت بشه یا واقعا راه به نظر طولانی بیاد، اما شما وقتی برای دل خودتون حرکت میکنید مطمئنن از هدفتون دور نمیشید. هدفتون رو میاد یادآوری میکنید، مرور میکنید و تجسم میکنید. این تجسم کردن باعث میشه که شما به اون برسید. وضعتون همیشه این نیست، تغییر میکنه و دوباره میاد توی مسیر درست قرار میگیره، مسیری که شما رو به تعالی میرسونه. از این سه تا کلیدی که بهتون گفتم برای خلق سرنوشت و رسیدن به خواسته هاتون حتما استفاده کنید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید.